سلام خدمت شما شاگردای عزیز، امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند. خب شاگردای عزیز، یک نمبر براتون میخوانم که از طریق این نمبر میتونین با ما ارتباط برقرار کنین و کار خانگی خود بر ما روان کنین. نمبر به این صورت است: 2-0-964-780-255-40-13 میباشه که از این طریق از این نمبر در واتساپ، تلگرام و اینستاگرام میتونین با ما در ارتباط باشید. خب شاگردای عزیز، امروز با درس دوم از کیمیای صنفی F در خدمت شما هستیم. میخواییم با هم دیگه مطالبی را که امروز ما و شما میخواییم یاد بگیریم برای تخته سیاه نوشته کردیم به طور خلاصه. در ابتدای درس قوه جذب ماده را با هم کار میکنیم، میخوانیم که قوه جذب ماده چیست، مثال میزنیم بریتون و بعد آلات مختلفی ماده را با هم میخوانیم کار میکنیم که شامل آلات جامد است، آلت مایع هسته و آلت گاز هسته که اینا رو با هم دیگه کار میکنیم. ویژگی های جامد، مایع و گاز را برای شما میگم، با هم دیگه کار میکنیم و آزمایشات را با امرای هم دیگه انجام میدیم و نتایج آزمایش در که مربوط به جامدات و مایعات و گاز ها هسته را با هم دیگه بررسی میکنیم و یاد خواهیم گرفت. خوش آگردای عزیز، کتابچه ها و قلم خود آماده کنید که درس امروز می خواهیم آغاز کنیم. اگر یادتان باشه شاگردای عزیز، در درسی گذشته در رابطه با ماده با شما گرد زدیم، درست است؟ خب کدام یک از شما شاگردای عزیز به یاد داره که تعریف ماده چی بود؟ خب؟ آفرین به شما. معلومه که درس خوب مطالعه کردیم و یاد گرفتیم. ما ماده را گفتیم چی است؟ گفتیم ماده به شیئی گفته میشه که در ماحول ما هست و از واحدهای سازنده بسیار کوچک به نام اتم ساخته شده، درست است؟ خب امی اتم هایی که نام بردیم، حالا من یک سوال از شما دارم که این اتم ها در یک ماده چی قسم در کنار یک دیگر قرار گرفته و برای ما را ماده را تشکیل داده؟ یکم اگه فکر کنین ببینیم که چه قسمی میتونه اتم ها در کنار یک دیگر قرار بگیرن. خب طور مثال امی ماده پنسل شما در نظر بگیرین، پین یا پنسل شما در نظر بگیرین، یا چه قسمی اتم هایی در کنار یک دیگر قرار گرفته. فرض کنید در امی پنسل یک اتم در این قسمت قرار گرفته و یک اتم در این قسمت. برای که اتم ها به هم دیگر نزدیک شوه و این ماده تشکیل شوه، یک قوه بین آنها به وجود می آید. همین قوه را که باعث میشه اتم ها در کنار یک دیگر قرار بگیره را به نام قوه جذب ماده ما یاد میکنیم. خواهش رو تعریف قوه جذب ماده که یک شکل را بروی سلاید برای شما نشان دادم شاگردان عزیز، در این قسمت نگاه کنید. در این شکل مشاهده میکنید که در این قسمت اتم ها براتون نمایش داده شده، صحیح است؟ خب در این قسمت قوه جذب هم نشان داده شده که بین دو اتم باعث شده که این اتم ها در کنار یک دیگر قرار بگیره و برای ما ماده را تشکیل بده. این شد تعریف قوه جذب ماده که براتون گفتیم. خب آنی شاگردای عزیز، به اساس امی قوه جذبی که براتون گفتیم میخواییم ببینیم که چه قسم حالات ماده موجودیت داره، چون در بین اتم ها قوه جذب میتونه
در بعضی از اتم ها بسیار قوی باشه، در بعضی از اتم ها ضعیف باشه یا کمتر باشه. به همین اساس ما سه نوع ماده را میتونیم تشکیل بدیم یا موجودیت داره: حالت جامد، مایع و گاز. حالا میریم هر کدام را جداگانه بررسی میکنیم، با هم دیگه یاد میگیریم که چه قسمی هست ساختمان جامد، مایع، گاز، قوه جذبشون به چه شکل هست و مثال های را با یکدیگر کار میکنیم. خب، حالت جامد. شاگردای عزیز، برای من یک سوال از شما دارم. در ماحول خود خوب دقت کنید، نگاه کنید که در ماحول خود چی جامدات را میتونید برای من مثال بزنید. خب، قالین میتونه یک جامد باشه، صحیح است. همین کتابچه هایی که استفاده میکنید، دیگه چی؟ قلم نوری، قلم، خب دیگه چی؟ کلکین، در هر چیزی که در ماحول شما اصلا آفرین موجود هستن میتونیم یک جامد، یک ماده جامد به حساب بیاریم. خب همین جامدها رو شما در نظر بگیرین شاگردای عزیز، کلکین، قالین، کتابچه، قلم، هر کدوم به شکل‌های متفاوت اساسی است. آفرین، این شد اولین ویژگی جامدات که به شکل‌های متفاوت موجودیت دارن، که در شکلی که در سلاید مشاهده میکنید ما شکل‌های متفاوتی یک جامد را براتون نشان دادیم. در قسمت شما مشاهده میکنید میتونه شکل یک جامد به صورت دایره باشه، یا به این شکل باشه، یا به این شکل باشه، یا به این صورت باشه. صحیح است؟ خب، این شد اولین ویژگی جامدات. خب، آلی شاگردهای عزیز، شما دقت کنید، دومین ویژگی که جامدات میتونه داشته باشه که شکلش هم در این سلاید براتون نشان دادیم، دقت کنید، دومین و سومین ویژگی که میتونه داشته باشه، جامدات فاصله بین اتم ها بسیار کم هسته. شما فرض کنید اگر یک پارچه سنگ در نظر بگیرین، این پارچه سنگ در مشت خود بگیرید و فشار دهید، آیا این پارچه سنگ تغییر شکل میدهد؟ نمیدهد. آفرین احسن. چرا تغییر شکل نمیدهد؟ به این خاطر که اتم های یک جامد به اندازه کافی به هم دیگه نزدیک شده، قوه جذب بسیار قوی هست دیگه، درست است؟ این میشه یکی از ویژگی های جامدات که در شکل سلاید هم براتون نشان دادیم، که به طور واضح و کامل برای این قسمت براتون نشان داده شده که فاصله بین اتم ها بسیار پایین و کم است. خب، مثال دیگه که در رابطه با جامدات میتونید براتون بزنم، این سیبی که استفاده میکنید، این میتونه یک جامد باشه که ساختاری اتمی رو در این قسمت براتون نشان دادیم، که میبینید مشاهده میکنید که فاصله بین اتم ها بسیار کم است، قوه جذب بنابراین بسیار قوی است. خواهی شد ویژگی های یک جامد. خواهی شاگردای عزیز، میخوایم در رابطه با جامدات در لابراتوار بریم و یک آزمایش را با کمک یک دیگه با امرای شما انجام بیتیم، که یک تا از ویژگی های دیگه جامدات با هم دیگه بررسی کنیم و پیدا کنیم. خب، آزمایش بسیار ساده است. شما میتونید آزمایش را با کمک پدر خود، مادر خود، یا با کمک یک دوست خود در خانه انجام بدین. برای انجام آزمایش دو گلاس لازم دارین که به اندازه از آب پر شده باشه و یک توت سنگ، یک پارچه سنگ به داخل یک تا از گلاس ها که دارای آب هسته قرار بدید. مشاهدات رو که میبینید ایره برای ما بگویید. خوش آگردهای عزیز، میخواییم با شما به لابراتوار بریم و یک آزمایش در رابطه با جامدات انجام بیتیم و بر شما بگوییم که یک تا از ویژگی های دیگه ماده جامد چی هسته. برای انجام آزمایش آگردهای عزیز به دو گلاس نیاز داریم که تا به یک اندازه از آب پر شده باشه و یک توت سنگ را داشته باشیم و آزمایش را انجام بدیم. این آزمایش بسیار ساده است، میتونید در خانه خود با کمک پدر و مادر خود یا دوست خود انجام بدین. دو گلاس شما در نظر بگیرید به این صورت که به یک اندازه باشه و به یک اندازه هم آب پر شده باشه. خب، حالا یک توت سنگ
به داخل یک تا از گلاس ها قرار میتین به این صورت. خب چی را مشاهده میکنید شاگردای عزیز؟ اگر خوب دقت کرده باشین مشاهده میکنید که در این گلاس که توت سنگ قرار دادین آب به سمت بالا حرکت کرده، درست است؟ اما در این گلاس که توت سنگ موجودیت نیست آب به سمت پایین قرار گرفته. خب از این مشاهده چی نتیجه میگین شاگردای عزیز؟ یکم اگه فکر کنین؟ یک تا از ویژگی های جامد بهتون نشان داد ای آزمایش که جامدات دارای حجم معین هسته. چون دارای حجم معین هسته بنابراین وقتی داخل گلاسی که پر از آب هسته قرار میده آب به سمت بالا می آید. این شد دیگه از ویژگی های جامدات. خب حالا بریم به سراغ آلت دوم. آلت دوم چی بود؟ آلت مایع بود. میخواییم ببینیم که ویژگی های یک ماده چی هست شاگردای عزیز؟ ویژگی های یک ماده چی هست؟ قوه جذب آن به چی صورت هست؟ و دیگه مثال هایش براتون کار کنیم. خب من از شما سوال دارم، در اطراف خود نگاه کنید چی نوع مایعات را میتونید برای من مثال بزنید؟ برای من بگویید که چی مایعات را میتونید در اطراف خود پیدا کنید؟ روغن میتونه یک مایع باشه، صحیح است؟ دیگه چی؟ تل، تل میتونه یک مایع باشه. امی آبی که استفاده میکنیم اصلا آفرین، این هم میتونه یک مایع باشه. خب امی مایعاتی که شما اسم بردین و مثال زدین شاگردای عزیز ویژگی هایی که داره به این صورت هسته، دارای حجم معین هسته. شما سعی کنید امی روغن، امی تل، امی آبی که مصرف میکنید اگر در گلاس قرار بدین به شکلی گلاس میشه، اگر در یک تشت مانید به شکلی تشت میشه، یا اگر فرض کنید در یک بوتل این مایع قرار بدین میشه به شکلی بوتل. این ویژگی یک مایعات هست که در هر ظرفی که قرار بگیره به شکل خود به شکل همون ظرف در می آوره. این از ویژگی های مایعات هست که روان هست، سیال هست، همچنان دارای یک حجمی معین هسته. و چون روان هسته شاگردای عزیز امی مایعات نسبت به جامدات فاصله بین اتم ها بسیار زیادتر هسته. چون فاصله زیادتر هسته بنابراین قوه جذب هم پایین تر می آید. این دیگه از ویژگی های مایعات هسته. پس چی شد ویژگی های مایعات؟ دارای حجم معین هسته، سیال هسته، روان هسته و همچنان فاصله بین اتم ها بیشتر هسته. و دیگه چی؟ قوه جذب نظر به جامدات یک مقدار کمتر هسته، صحیح است؟ خب این شد ویژگی های یک مایع که شکل اتم ها را قوه جذب آن فاصله بین اتم ها را در توی سلاید براتون نمایش دادیم. در این قسمت نگاه کنید، در این قسمت شما مشاهده هم کنید به طور کامل براتون مشخص شده فاصله بین اتم ها که این فاصله بین اتم ها چقدر هسته نسبت به جامدات. نگاه میکنی فاصله چی هسته؟ کمکی بیشتر هسته، درست است؟ این میشه شکلی مایعات. خب حالت سوم چی بود که براتون پیشتر گفتم؟ حالت گاز بود. خب قبل از اینکه حالت گاز با هم دیگه بررسی کنیم شاگردان عزیز، باز یک آزمایش را میریم با یک دیگر در لابراتوار انجام میدیم که مربوط به مایعات هسته که ببینیم مایعات دیگه چی ویژگی هایی میتونه داشته باشه شاگردای عزیز. برای انجام این آزمایش باز ما یک بوتل نیاز داریم که از آب پر شده باشه. یک بوتل که از آب پر شده باشه در مرحله اول شاگردای عزیز این بوتل را به کمک دست خود فشار دهید. خب این مرحله اول هسته. مرحله دوم یک مقدار از آب این بوتل خارج میکنین از بوتل. خب ما آبش خارج کنم برسان. خب در پشت محکم بسته میکنیم. حالا در مرحله دوم باز امی بوتلا محکم میگیرید در دست خود و فشار میدهید. چی را مشاهده میکنید اگر از مقایسه مرحله اول و مرحله دوم شاگردای عزیز چی را مشاهده میکنید؟ مشاهدت خود را بگوید برای من. خب در مرحله اول بوتل به طور کامل از آب پر شده بود، درست است؟ خود مرحله بعد ما آمدم یک مقدار از آب خارج کردم.
آب که خارج کردم شاگردای عزیز، دیدیم که یک قسمت از آب پر شده و یک قسمت هم خالی هسته. وقتی من فشار میدادم آب از قسمت پایین به سمت بالا حرکت میکرد. این روان بودن یک مایه را برای ما نشان میده که یکی از ویژگی های بسیار مهمی یک مایه به حساب میآید. خب حالا بریم سراغ آلت سوم. آلت سوم چی بود؟ گاز بود. صحیح است؟ میخواییم ببینیم که گازها به چه صورت هسته، ویژگی هاش به چه صورت هسته، قوه جذب شکلی هسته. به براتون مثال کار میکنیم. آلت سوم گاز شاگردای عزیز به این صورت هست. برای من میتونید یک مثال، یک نمونه از گاز بزنید؟ همین اوایی که استفاده میکنه، همین میتونه یک نمونه بسیار خوب باشه و مثال خوب باشه برای گاز، درست است؟ خب همین اوایی که در ماحول ما و شما موجودیت داره و ما و شما استفاده میکنیم، چون در یک فضای بسیار گسترده هوا قرار گرفته، بنابراین فاصله بین اتم ها بسیار زیاد هسته. چون فاصله بین اتم ها بسیار زیاد هسته شاگردای عزیز، بنابراین قوه جذب نظر به ما یاد بسیار کمتر هسته. این از ویژگی های بسیار مهمی گازها به حساب می آید که در قسمت براتون نوشته کردیم. پس گازها یک قوه جذب بسیار پایین، فاصله بین اتم ها بسیار زیاد و یک ویژگی دیگه هم شاگردای عزیز داره که دارای حجم معین نمی باشه. خب این را میتونیم با انجام یک آزمایش باز در لابراتوار براتون نشان بدیم. آزمایش بسیار ساده هست. با کمک یک بوتل که خالی هست میتونید آزمایش در خانه انجام بدید. به این صورت که این بوتل خالی را با کمک دست خود فشار میدهید. آیا شاگردای عزیز تغییر حجم شما مشاهده میکنید؟ مشاهده نمیکنید. خواهی از ویژگی های یک گاز هست که حجم معین نداره و ما نمیتونیم برایتی را تشخیص بدیم. با کمک همین آزمایش های ساده میتونه که این ویژگی های جامد، مایع و گاز به خوبی در ذهنتان جای بگیره. هر موقع یادتان رفت این آزمایش ها را در ذهنتان بیارین. این شد ویژگی های یک گاز. خب شاگردای عزیز در این قسمت درس ما به اتمام رسید. حالا میخواییم یک جنبندی داشته باشیم که ببینیم که ما و شما امروز چی یاد گرفتیم. برای ما بگویید امروز به طور خلاصه ما یاد گرفتیم قوه جذب ماده چی هست. گفتیم هر قوه ای که باعث میشد اتم ها به هم نزدیک شود، جذب شود و برای ما یک ماده تشکیل بده، ما به عنوان قوه جذب ماده یاد کردیم، درست است؟ بعد به اساس همین قوه جذب ماده آمدیم گفتیم که ماده به سه حالت موجود است: مایع، جامد و گاز، که هر کدام ما آمدیم به کمک آزمایش براتون نشان دادیم که ویژگی های یک جامد، مایع و گاز چی هست. جامد را گفتیم ویژگی هاش چی هست؟ قوه جذب بسیار قوی است، فاصله بین اتم ها کم است، صحیح است. دیگه چی؟ به شکل های متفاوتی یافت میشه، تغییر شکل نمیده، دارای حجمی معین است. این ویژگی های جامد بود. ویژگی های مایع چی گفتیم؟ گفتیم مایع سیال است، در ظرفی که قرار بگیره به همون شکل در می آید، درست است؟ روان است. فاصله بین اتم ها نسبت به جامدات بیشتر است، بنابراین قوه جذب کمتر یا بیشتر است؟ قوه جذب کمتر است. آفرین. اصلا دیگه چی ویژگی های داشت؟ با تغییر حجم، با انجام یک آزمایش نشان دادیم با تغییر حجم همراه هسته. این ویژگی های یک مایع بود. گاز را براتون گفتیم که چی ویژگی های داره. گفتیم از ویژگی های گاز چی هسته؟ تغییر حجم نداره. دیگر چی هسته؟ فاصله بین اتم ها بسیار زیاد هسته، قوه جذب هم بسیار کم هسته. این شد از ویژگی های گاز که براتون گفتیم. حال مطالبی که امروز ما شما یاد گرفتیم، میخواییم ببینیم که در قسمت چی سوالاتی میتونه بیایم. یک قسم سوالات به این صورت هست شاگردای عزیز که براتون میخوانم، این را به کمک هم دیگه حل میکنیم. از بین مثال های زل کدام یک قوه جذبی قوی تر و فاصله بین ذرات کمتر میباشه و چرا؟ جواب را که میتین براش دلیل بیارین که چرا قوه جذب در مثال هایی که برایتان دست دادن آوردیم
چرا قوه جذب قوی‌تر است، فاصله بین ذرات کمتر است. خب مثالی که براتون آوردیم، یک چوب است، درست است، دیگه بخار است، بخارات آب است و روغن است. خب از بین این سه مثال که براتون زدم، شاگردای عزیز فکر میکنید که جامد باشه ما کدام یک جامد، مایع و گاز هسته، و بر اساس اینکه تشخیص دادن کدام یک جامد، مایع و گاز هستن، میتونید براتی بگویید که قوه جذب قوی تر است، فاصله بین ذرات کمتر است. خب دقت کنید شاگردای عزیز، براتون گفتیم قوه جذب قوی تر، فاصله بین ذرات کمتر. از ویژگی های چی بود درس براتون گفتم؟ از ویژگی های جامد بود، مایع یا گاز؟ از ویژگی های جامد بود. آفرین، احسن. خب کافی است که ما در این قسمت بیایم چیکار کنیم؟ از بین این سه مثال که براتون آوردیم ببینید کدام یک جامد هست، مایع هست یا گاز هست. خب از بین این مثال هایی که بریم برای تخته‌سیا نوشته کنیم، مایع هست، صحیح است. خب دیگه اون مثال دیگه که براتون نوشته کرده بودم، بخارات هست، بخارات یک گاز داد دیگه، درست است؟ خب دیگه چی بود مثال؟ چوب. خب چوب جامد است دیگه، صحیح است؟ خب ویژگی هایی که گفتیم در سوال گفتیم دارای قوه جذبی قوی تر باشه و همچنان فاصله بین اتم ها چی باشه؟ فاصله بین اتم ها کمتر باشه. خب یه از ویژگی های جامد بود، در بین گزینه ها نگاه میکنیم کدام یک جامد است؟ چوب. پس جواب صحیح میشه جامد که مثالش چوب براتون نوشته کرد. خب این قسمی از سوالات میتونه باشه که براتون از قسمت آورده شده. خب شاگردای عزیز، میخواهیم در این قسمت یک کار خانگی براتون بتونیم، کار خانگی را میتونید در مورد نمبری که در ابتدای درس براتون گفتم را برای ما روان کنید و با هم دیگه نگاه کنیم که صحیح جواب دادین یا که خیر، و با هم دیگه تعامل داشته باشین. کار خانگیتون به این صورت است: کمیل به همراه حسین آب بازی میکند. کمیل گلاس را و حسین بوتل را پر از آب میکند. در حین بازی حسین متوجه یک موضوع می شود و کمیل می گوید بوتل من به اندازه گلاس آب جای گرفته. چی طور ممکن است؟ خوش آگردای عزیز، این کار خانگی را با توجه به مطالبی که امروز یاد گرفتین این را جواب می تین و از طریق نمبر که گفتم برای من روان کنید. شاگردای عزیز، درس امروز ما در همین قسمت به اتمام رسید. امیدوار هستم که درس خوب فهمیده باشین و جور باشین و صحتمند. شاگردای عزیز، خدا نگهدارتان باشه.